دیشب بهم دیانا زنگ زد و سالن زیبایی بود. گفتم اه جا داره منم بیام؟ همونه که ناخونا رو اونجوری درست میکنه. گفت آره. بچا من الان بین چند تا مدل موندم. حالا میخوام ببینم واقعا میتونم یه هفته با این ناخونا به این بلندی زندگی کنم یا نه. زبون و دو تا چش و پاچه ما. به نظرم ویدیو رو همینجا تموم کنیم چون دو دور دیگه فعلا مونده. بعدی. خب بچا میخوایم بریم میکاپ امتحان کنیم. امروز یه اتفاق باحال افتاد. من از خواب بیدار شدم و دیدم که دیشب بهم دیانا زنگ زده. گوشی رو برداشتم بهش زنگ زدم و فهمیدم که همین سعادت آباد نزدیک خونه خودمه و سالن زیبایی بود. گفتم اه جا داره منم بیام؟ همونه که ناخونا رو اونجوری درست میکنه. گفت آره. و الان دارم میرم ناخونامو اونجوری درست کنم. به نظرتون کدوم جوری؟ کنجوری؟ بچه ها من رسیدم من تا هنوز خودم طرح و اینامو انتخاب نکردم. فهمیدم که امروزم باید کلی استوری بذارم و الان ساعت 3 بعد از ظهره. نمیدونم برسم به کارم یا نه، ولی بیایید با هم کمکم کنیم که طرح هم انتخاب کنیم با هم. نمیدونم چجوری ولی بیایید. نری بعد بچه ها بخوام صادقانه یه حرفی بزنم، من خیلی وقت دیگه حوصله میکاپ آرش کردن ندارم. چقدر تاریک شد و واقعا جدیدن استوری میخوام بگیرم، ویدیو یوتیوب، هر چیزی همینجوری یه فیلتر میندازم رو گوشی و مثلا میگیرم ویدیو رو. نمیدونم چرا انقدر احساس میکنم میکاپ کردم دیگه دوست ندارم هی میکاپ کنم، انگار حوصله ندارم بیشتر. استوری گرفتم. غنیم، غنی از همه دنیا. اینجا رو ببین. سلام. دستم نمیرسه، دستم این بره. ببین کی اینجاست. بچه دیانا رو دیدم. جیگر تو بخورم، تو چطوری؟ آره واقعا. بچه ها من الان بین چند تا مدل موندم، اینجا براتون عکساشو میذارم. حالا بعدن آخر این ویدیو بهم بگید کدومشون قشنگتر بود، حتما بزنید کدوم انتخاب میکنم آخرش. خودم نمیدونم الان. اومدم قضامون اومد. اومدم معرفی کنم فکرشو بکن دوستتو بعد از چند ماه دوری توی کجا ببینی؟ سالن زیبایی که جفتمون داریم ناخونامون رو عجب عجب ببینیم آره. چی میشه. بچه همین الان راه حلش رو پیدا کردیم که به چه دردی میخوره. دیگه نیازی به کاتری هیچی تو زندگی نداره. مال تو ببین، مال تو گفتم تیز بزن. بهت گفتم تیز بزن مثل من. بچه از همین الان دارم گوخون. واقعا کارو سخت ندم. ببین خب از همینجا نمیتونم. ببین تو میتونی، من نمیتونم. ببین خدا خیلی نرو مریم میدونی عاشق چشماتم. نرو مریم یه دقیقه نمیذاری نشون بدم. بچه رنگ خونه دقیقا الان بهتون نشون بدم. الان بچه بر من تازه انگشت اولم تو دستگاه. دستتو نشون بده دیانا. دیانا عزیزم دستام بعد تو استوری خودم ببینم. وای برگام خیلی خوشگل شد. مال تو مال من نمیشه. دست من نمیاد. رنگ خونه نگاه کن، تازه الان یه لایه زده. آقا من دارم واقعا می فهم کنم با اینا چجوری باید زندگی کنم. خیلی سخته. خیلی سخت میتونی زندگی کنی. خیلی بدبخت. خودتو چجوری میخوای بشوری؟ از همه فکر کن. سخت مشغول دیزاینم دوستان. من شرمیم سمت راستیه. تا اینجاش که من خوشم. تا اینجاش که هنو هیچی نشد. اینو چرا نشونه میدی؟ وای واقعا زیبایی میگه. جیگر تو بخونم قشنگ میتونم دل و جیگر یه نفر رو دارم. دقیقاً نگاه کن، نگاه کن تو رو چجوری میچسونه. منم از اینا میخوام. خیلی خوشگله. نگاه رو این یکی هم زده اگه دقت کنی. اوه جاشم چه جالب انگیز. حال میکنی؟
به به، هر دو دست در دست تعمیر. حسنه باشی، خدافظ. خدا نگهدار. فعلا خدافظ. بچه واقعا این چه خفنه. ترسناکه. حداقل منم تک کن به عنوان تور لیدر به قرآن بچی یه چوری دارم تعریف کنم به منم درست بدید. ناخره خودت بیشتر خوشگشم. نگه کن. بچه اینم از ناخونام. فعلا نگاه کنید اینجا. الان یه جایی که نور بهتر بودم بهتون نشون میدم. اومدم. بریم. بچه چالش از بستن بند کفشا تازه شروع شده. حالا میخوام ببینم واقعا میتونم یه هفته با این ناخونا به این بلندی زندگی کنم یا نه. و واقعا سخته. خب بچه ها، به عنوان اولین تست با این ناخونای وحشتناک اومدیم با خانم دیانا کله پاچه تست کنیم، ببینیم که اپسش برمیام یا نه. یه چیز سخت هم انتخاب کردیم. اینجا نونشون هم خودشون درست میکنن. چرا اونجوری شد؟ خب بچه ها، اتفاقا الان ما یه مزیت کشف کردیم. ناکن آیا هسته های نارنجتان اذیت میکند؟ هسته های نارنج خود را به ما بسپارید. ما با اینا قشنگ در میان همشون. نگاه، ایزی پیزی. آقا من برای اولین بار مغز خوردم و خیلی خوشمزه بود. واقعا خوشمزه بود مغز. آب مغز دیانا هم خیلی خوشمزه تر از آب معمولی من بود. ایبا فیتر. خب بچه ها، اینم بناگوشت. ببخشید زبون و دوتا چش و پاچه ما. و اینم بناگوشت. بریم که بخوریم. یه بار دیگه اونجوری بگیر. اینو؟ آره. شب بیننده ها دوست نداشته باشن کله پاچه. خیلی خوشمزه. عاشق خوردنتم. نایس. از پس اینکه برمانم بعدی. خب بچه ها، پلن بازی هم خیلی آسونه. نگاه کنید قشنگ گاز. آه گاز میدم. گاز با این نیست، با اینه. ببخشید یه دسته، چون یه دستم قشنگ گاز، دکمه، ترمز، دنده عقب و پرش. هیچ مشکلی ایجاد نکرد. تا دیدار دیگر، بدرود. بعدی این اومدی نخواب سود برو. گفتم قشنگ براتون اینجوری بگیرم که نشون بدم چقدر بازیم خوبه. فعلا که دومم. البته از بین دو نفر. این عوضی چرا این بمب رو ول میده؟ من هم ول میدم. نه نه گیدن تو. خدا این چرا این بمب رو ول میده؟ بذار یه موشک بهت بزنم. خورد بهش، خورد بهش. اولم به نظرم ویدیو رو همینجا تمام کنیم چون دو دور دیگه فعلا مونده. الان میرسه به همینجا تمام کردم. بچه ها دیدین اول شدم، خدافظ. خلاصه دیدین که واقعا شد بازیم کرد و این مرحله واقعا مرحله سختی بود. و اوکی بعدی. خب بچه ها، میخوایم بریم میکاپ رو امتحان کنیم. الان صبح، تازه بیدار شدیم. صبح ساعت 12 ظهر. و میخوام ببینم میتونم با این ناخونا میکاپ کنم یا نه. چی کی گفته ساعت 12؟ ساکت شو. تایم لپس میذارم که ببینید. یکی از فسترین روزاییه که تو زندگیم داشتم. نمیدونم چرا انقدر بیحال و ناراحت و
غمگین و شکست خوردم. خواستم بگم اگه حرفی چیزی تو دلتون بوده که میخواستین بهم بزنین، میدونی ناراحت میشم، الان وقتشه که قشنگ نور الان روشه. سلام، یک روز دیگر با من و دیشب که دیدین چه اتفاقی برای ناخونم افتاد، خیلی درد میکنه. الان داریم میریم سر فیلم برداری پست رپیه که احتمالا نمیدونم دیدین یا قراره ببینین، نمیدونم دیدین یا نه، ولی میخوام حالا این ببینم که میتونم با این ناخونا کارگردانی خیلی سنگین بکنم یا نه، چون حالا نزدیک 10 نفر ما داریم که میخوایم بازی کنیم و منم میخوام کارگردانی کنم و استرس دارم و ناخونام هم انقدر درازن. امیدوارم که خیلی چیز نشه، ولی فکر نکنم، ممکنه یعنی تو دست و پام قرار بگیره، نمیدونم. برو بریم. خب دوستان، خلاصه این دو هفته‌ای که قرار بود با این ناخونا زندگی کنم شد یه هفته. بیشتر از یه هفته نمیتونم تحمل کنم. فردا میخوام برم درشون بیارم و نگاه کنید، اینو که پوستشو کندم، اینو سرشو کندم، اینم سرشو کندم، اینو کلن روشو کندم و سرشو، اینا سالمه، این سالمه، اینم باز نصفه کندمش، اینم کندم، اینم که شکست خودش. خیلی اذیت شدم. از تجربیات هم میخوام براتون بگم، هموم رفتن خیلی سخت بود، دستشوی رفتن خیلی سخت بود. خدا این خوبه، خوبه دیگه، خیلی واقعا سخت بود. موهاموشونو کردن سخت بود، کله پاچه خوردن سخت بود. من این چند روز ارگ گرفتم، ارگ قدیمی مو آوردم و واقعا سخت بود. پیانو زدن، اورج زدن، اینا خیلی اذیت می‌شدم. یکی دو تاشو سر همین قضیه عصبی شدم شکوندم. دیگه مداد گرفتن دستم خیلی سخت بود، چاپستیک گرفتن خیلی سخت بود. اصلا نمیتونستم، من که خدای این کار بودم، نمیتونستم چاپستیک بگیرم از این چوبا که باش قرمه سبزی می‌خورن. خلاصه مرسی از این که ویدیو ما رو تماشا کردین. اگه واقعا تحملش رو دارید بزنید. من هر جا میرفتم همه میگفتن واه پشمام ناخونات خیلی خفم. اگرم مثل منید و حوصله‌شون ندارید واقعا نزنید، چون خارتون نصف میشه واقعا. لایک و کامنت و سابسکرایب کنید. چجوری 6 صبح خوابیدی؟ چند وقت 6 صبح دارم میخوابم، خوابم نمیبره، بیخواب شدم. پشم. من دارم ضبط میکنم این لحظه رو. بگو به خدا تا 6 صبح خوابم نمیره. کال آف دیوتی بازی اصلا نمی کنم. بگو اینو. خب خوابم نمیره. نه نه نه، این بهونه است عزیزم. سری بعد که تا ساعت 6 کال آف بازی نکردی و واقعا نخوابیدی، میتونی بگی که واقعا به خاطر بیخوابیته. آره.